با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان آن سوی خبر تا سی دقیقه با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب اعلام پایان حملات هوایی اعتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن و همزمان استقبال جمهوری اسلامی ایران از این رویداد ادامه واکنش ها به مقاله ظریف در نیویورک تایمز با استقبال آمریکا از روند گسترش گفتگوها میان ایران و کشورهای همسو همچنین در حوزه هسته‌ای آغاز نگارش متن توافقنامه اتمی و همینطور بروز نزاع میان دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان و بالاخره با ساب جهانی حکم محمد مرسی در مصر سرفصل اهم مطالب و عناوین اخبار برگزیده امشب چهارشنبه دوم اردبهشت ماست که در طول سی دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید مشروع اخبار را پی میگیریم با تازه ترین اخبار از اعلام پایان حملات هوایی یمن اعتلاف منطقه‌ای به رهبری کشور پادشاهی عربستان شامگاه دیشب از پایان حملات هوایی به یمن خبر داد و اعلام کرد که عملیات در یمن اکنون وارد فاز سیاسی شده است. عربستان سعودی گفته است که عملیات هواییش توانسته به صورت موفقیت آمیزی تهدید کشور همسایه را از خود دور کند. خبرگزاری آلمان اعلام کرده بود که این عملیات قرار است از نیمه شب به وقت محلی متوقف شود تلویزیون العربیه که نزدیک به عربستان است در گزارشی گفته است که ائتلاف منطقی به رهبری ریاض اکنون تمرکز خود را به مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم، کمک رسانی و راه حل سیاسی در قبال یمن معطوف کرده است. احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف گفته که از روز چهارشنبه عملیات جدیدی با نام عملیات تجدید امید آغاز خواهد شد که محور آن بر ایجاد مانع بر سر فعالیت های شفه نظامیان حفاظت از شهروندان و حمایت از انتقال افراد و کمک رسانی است. في المؤتمر الصحفی اليومی لعملیات عاصفه الحزم اليوم أو شيء نعتذر على التأخير ولكن الأحداث التي كانت تجري تطلبت أن نؤخر الموعد حتى نستطيع نقدم لكم المعلومات يشامي ایشان در صورتی که این اقدامات نيازمند عملیات نظامي باشد فرماندهان در این زمینه تصمیم گیری می کنند الاسیری گفت که اعتلاف یاد شده به تمام اهداف خود در خاک یمن دست یافت با این حال ایشان تأکید کرد که در صورت تحرکات گروه شیعه حوسی در خاک یمن نیروی اعتلاف آنها را بار دیگر مورد هدف قرار خواهد داد اما در این میان استقبال ایران از پایان عملیات یمن مرزی افغم سخنگوی وزارت خارجه ایران از توقف حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی علیه کشور یمن استقبال کرد و گفت ایران پیش از این نیز اعلام کرده بود که بحران یمن راه حل نظامی ندارد سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در مورد ارسال کمک های انسان دوستانه و گفتگو میان همه گروه های یمنی ابراز امیدواری کرد استقبال آمریکا از گفتگوهای منطقی با ایران ادامه آن سوی خبر در برنامه امشب است ایالات متحده آمریکا گفته است از مذاکره با ایران برای ایجاد ثبات در منطقه استقبال می کند وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به مقاله تازه منتشر شده ظریف وزیر خارجه ایران که وی در آن خواستار گفتگوی منطقه‌ای برای ایجاد ثبات در منطقه وسیع‌تر خلیج فارس شده بود واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز مری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش خود اعلام کرد که آمریکا ممکن است با ایران درباره تقویت ثبات در منطقه گفتگو کند خانم هارف در این ارتباط به موردی در گذشته اشاره کرد که طی آن آمریکا در چارچوب مذاکره درباره سوریه امکان گفتگو با ایران در زمینه تلاش برای دستیابی به توافق صلح در سوریه را مطرح کرد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما در عین حال گوش زد کرد که گفتگوی احتمالی با ایران در مورد موضوعاتی فراتر از مناقشه هسته‌ای این معنا را همراه خود ندارد که واشنگتن در عمل نیز با ایران در خصوص این موضوعات همکاری خواهد کرد خانم مری هارف تاکید می کرد ما همیشه گفته ایم که با ایرانی ها دست به همکاری یا هماهنگی نخواهیم زد و بین تبادل نظر و همکاری کردن با ایران تفاوت وجود دارد. ادامه برنامه آن سوی خبر در این میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار موضع به جمهوری اسلامی هشدار میداد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه گفت که ایالات متحده صریحا به ایران هشدار داده تا از ارسال تسلیحات به یمن که به طور بالقوه بتواند تردد کشتیها در منطقه را به خطر اندازد بپرهیزد او در مصاحبه ای تلویزیونی با برنامه هارد بال شبکه ام اس می گفت ما در این مورد با سراحت زیاد برخورد کرده ایم باراک اوباما می افزود چیزی که به آنها گفتیم این بود که اگر سلاح هایی که در میان محموله های ارسالی برای جناها در داخل یمن باشد و تردد دریایی را به خطر اندازد مشکل آفرین است و ما برایشان نه پیام های مبهم بلکه پیام های خیلی سریح در این بار فرستادیم. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که آمریکا بار دیگر در روز سهشنبه تأکید کرد هدف از اعزام یک ناو هواپیمابر به آبهای یمن تلاش برای جلوگیری از محموله های احتمالی سلاح از ایران به یمن نیست با این حال رسانه های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز به نقل از مقام های آمریکایی نوشتند که هدف از افزایش حضور نظامی آمریکا در آبهای یمن تا حدودی برای منصرف کردن ایران از ارسال سلاح برای شورشیان شیعه حوسی بوده است یک مقام به نیویورک تایمز می گفت هدف ما واقعا ارسال یک پیام است پیامی برای شرکایمان که ما حضور داریم و مایلیم از آنها حمایت کنیم و همینطور پیامی برای ایرانی ها که ما نظارگر اوزا نیستیم در سوی دیگر اما جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری سهشنبه گفت که وظیفه اصلی ناو روزولت تأمین امنیت تجارت دریایی و حرکت کشتی ها در خلیج عدن است آقای ارنست در این حال گفت که یالات متحده آمریکا شواهدی دیده که نشان می دهد ایران برای حوسی های یمن سلاح می فرستد و به روش های دیگر نیز به آنها کمک می کند آمریکا ابراز نگرانی کرده که ایران با این کار باعث بیثباتی بیشتر کشور جنگ زده یمن می شود اما هموار ایران این اتهام را تکذیب کرده است ادامه برنامه آن سوی خبر نیروی دریایی ارتش ایران حدود دو هفته پیش دو فروند کشتی نظامی خود را برای یک مأموریت سماهه و با هدف تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع این کشور در آبهای آزاد در منطقه خلیج ادن و تنگه باب به نزدیکی آبهای یمن اعزام کرده بود. در همین راستا آمریکا میگوید ارسال سلاح برای حوسی ها نقض قطنامه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل است که این گروه را تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده است. در بحران یمن ایران از شبه نظامیان گروه موسوم به انصارالله یا حوسی ها که به اقلیت زیدی مذهب یمن تعلق دارند حمایت می کند هرچند اصرار می ورزد که این حمایت شامل ارسال کمک نظامی نمی شود. آن سوی خبر را پی میگیریم با تازه هایی از مذاکرات هسته‌ای با خبری از آغاز نوشتن متن توافقنامه اتمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است کار نوشتن متن توافقنامه بر سر برنامه اتمی ایران از امروز آغاز می شود آقای ظریف روز گذشته در صفحه فیسبوک خود اشاره می کرد که همکاران بنده نیز فردا روند نگارش توافق نهایی بین ایران و پنج به علاوه یک را آغاز خواهند کرد که به یاری خدا از هفته آینده در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه در نیویورک با جدیت ادامه خواهد یافت آقای ظریف در این یادداشت از حضور خود در روز یکشنبه در نیویورک برای شرکت در اجلاس و مشارکت در گفتگوها نیز خبر داده است وزیر امور خارجه ایران گفته است که این یادداشت را در هواپیما و به هنگام سفر به جاکارتا برای شرکت در اجلاس جنوب جنوب نوشته است ادامه برنامه آن سوی خبر با بروز بحران و نزا در درگیری میان دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان که زخمهای کهنهشان را سرباز کرد وزارت دفاع جمهوری آذربایجان دیروز اعلام کرد که در جریان درگیری نیروهای ارمنستان با نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان پنج نیروی ارمنی کشته و ده سرباز دیگر زخمی شدند آذربایجان میگوید این درگیری ها اصر روز دوشنبه در خط تماس منطقه ترتر تر رخ داده است به گزارش خبرگزاری تورند جمهوری آذربایجان در اطلاعیه وزارت دفاع این کشور آمده است که ارتش ارمنستان با انتشار اخبار غلط درباره آنچه تحریکات رهبری سیاسی و نیروهای مسلح آذربایجان در خط مقدم مینامد تلاش می کند تا به بهانه‌های مختلف شکستهای خود را از منظر عموم مخفی کند این ارتش در آینده نزدیک خبر کشته ها و زخمی هایش را اعلام خواهد کرد با این حال وزارت دفاع منطقه قرباغ کوهستانی که مورد حمایت ارمنستان است اعلام کرد که در درگیری های یاد شده هیچ تلفاتی نداده و یک سرباز آذربایجان کشته شده است و آنچه آذربایجان مدعی شده است تلاشی برای سرپوش گذاشتن به تلفات نظامی خود است درگیری های دو کشور آذربایجان و ارمنستان در منطقه قرباق در سال 1988 با حمله نیروهای ارمنستان به منطقه قرباق کوهستانی آغاز شد. همچنین در سال 1992 20 درصد از اراضی آذربایجان از جمله قرباق کوهستانی و هفت منطقه اطراف آن به اشغال نیروهای ارمنستان درآمد. ادامه برنامه آن سوی خبر با خبرهایی تازه‌تر از اتهام جاسوسی برای یک ایرانی در اسرائیل دادگاهی در اسرائیل یک شهروند ایرانی بلژیکی را به جرم جاسوسی برای ایران به هفت سال زندان محکوم کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه شنبث اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که این فرد علی منصوری است که در پوشش یک تاجر به اسرائیل سفر کرده بود و در سال 2013 هنگام ترک کشور در فرودگاه بنگوریون بازداشت و تعدادی عکس از سفارت آمریکا و چند محل دیگر در وسایل او کشف شد مدارک منتشر شده توسط مراجع قضایی نشان می‌دهد که این فرد به جرم کمک به دشمن در زمان جنگ و جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محکوم شده است. پس از پایان این محاکمه در شهر لود در مرکز اسرائیل آویدگور فلدمن وکیل مدافع علی منصوری به خبرنگاران گفت بعید میدانم که موکلش تقاضای فرجام کند وکیل آقای منصوری می گفت ما در دادگاه استدلال کردیم که اقدامات موکل من امنیت اسرائیل رو به خطر نینداخته است و نهادهای جاسوسی ایران با تحت فشار قرار دادن او و خانوادهش موکل من را به این کار مجبور کرده اند. به نظر ما با توجه به شرایط پرونده حکم دادگاه منصفانه است. گزارشگر خبرگزاری فرانسه که در صحن دادگاه حضور داشت میگوید ماموران مسلح علی منصوری پنج و شش ساله را با دستبند به محل متهم یا جایگاه متهم آوردند که یک اتاقک شیشه ای و مجزا در سالن خالی دادگاه بود ادامه برنامه سوی خبر با خبرهای از حوزه رسانه ها ایران هفتمین کشور سانسورگر جهان نامیده شد یک نهاد حرفه‌ای بین المللی جمهوری اسلامی را هفتمین کشور سانسورگر دنیا دانست کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه فهرست جدیدی از بدترین کشورهای سانسور کننده مطبوعات در جهان را منتشر کرد که نام ایران در رده هفتم این جدول ذکر شده است برنامه شامگاهی آن سوی خبر را پی میگیریم با رویدادهایی دیگر از مرزها اخبار زد و نقیز درباره گروگان گرفتن 18 سپاه پاسداران گروه جیش العد تصاویر افرادی را منتشر کرده که میگوید 18 تن از نیروهای مزدور خارجی وابسته به ارگان سپاه قدس هستند و جیش العد آنها را به گروگان گرفته است در واکنش به این ادعا مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه این خبر را تکذیب کرده است قاسم حسنزاده مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه دیروز به سایت آرمان کرمان گفته است این خبر که توسط گروه تروریستی جش العدل و شبکه العربیه منتشر شده هیچ صحتی ندارد و هیچ درگیری در این منطقه رخ نداده است سید باقر حسینی نماینده زابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تکذیب این خبر به سایت خانه ملت گفته است که با پیگیری که از مسئولان استانی داشته است مشخص کردید این گروگانگیری ادعایی بیش نیست این در حالی است که گروه جیش با انتشار تصاویری در وبلاگ و همینطور صفحه فیسبوک خود افرادی را نشان داده است که میگوید 18 تن از نیروهای مزدور خارجی وابسته به ارگان به زم اینان تروریستی سپاه قدس در مسیر اعزام به پایگاه آموزشی سپاه قدس در نصرت آباد بودند جشن همچنین در این بیانیه خود میافزود که با اشراف کامل امنیتی اطلاعاتی بر منطقه اجازه نخواهد داد که رژیم از محدوده عملیاتی سازمان جهت مقاصد تروریستیش از نیروهای مزدور خارجی استفاده کند این گروه محل اسارت این 18 تن را منطقه نصرت آباد در شمال غربی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند. ادامه برنامه آن سوی خبر با تایید کشته شدن سه عضو نیروی انتظامی سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تایید کرده است که سه مأمور نیروی انتظامی در تعطیلات نوروز در خوزستان کشته شده اند پیش از این نیروی انتظامی حمله به یکی از مقرهای این نیرو در خوزستان را تکذیب کرده بود سردار سعید منتظر المهدی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس اشاره می کرد در طی عملیات مشترک عوامل انتظامی استان خوزستان با سربازان گمنام امام زمان منظور نیروهای اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی عوامل حمله به چادر نوروزی در محور حمیدیه شناسایی و دستگیر شدند بنابر این گزارش سه تن از ماموران انتظامی خوزستان با امداد 13 فروردین ماه جاری در شهرستان حمیدیه در جریان حمله و تیراندازی ادعی به ایستگاه موقت نوروزی کشته شدند. برنامه امشب آن سوی خبر را پی میگیریم با موضوع یارانه ها دولت قطع یارانه ها را تکذیب کرد محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اخبار مبنی بر قطع یارانه گروه پردرآمدها را تکذیب کرده است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا سخنگوی دولت از رسانه ها خواست تشویش ایجاد نکنند و گفت حذف پنج گروه یارانه بگیر گمان زنی رسانه ایست واقعیت ندارد این سخنان در حالی ابراز شده است که در روزهای اخیر گروهی از نمایندگان مجلس از تصمیم دولت برای قطع یارانه برخی از گروه های درآمدی خبر داده بودند آقای نوبخت گفته است در تبصره 21 قانون بودجه سال 94 چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده است اما شناخت خانوارها نیاز به دقت بیشتری داشت و پایگاه های اطلاعاتی ما کامل نیست ما به حقوق شهروندی و آرامش خانوارها نیز بسیار توجه داریم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین می گفت به دلیل تأخیر در تصویب بودجه و ارسال آن از مجلس به دولت هنوز نامه اجرای آن تصویب نشده است تا ابلاغ کنید. ادامه برنامه آن سوی خبر با رویدادی فرهنگی تاریخی باستانی بازگشت کتیبه های باستانی ایران از آمریکا 108 کتیبه تاریخی با ارزش چغامی شب گذشته توسط مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران بازگردانده شد به گزارش ایرنا این کتیبه ها از سوی دانشگاه شیکاگو ابتدا از آمریکا به آلمان منتقل و از آنجا با پرواز لوفتانزا به ایران بازگردانده شد در سال 1316 حفاری های مشترکی بین ایران و مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در تپه های چقامیش انجام شد و 264 کتیبه با ارزش گل نوشته در واقع کشف شد که از این مجموعه تعدادی کتیبه برای مطالعه به این مؤسسه امانت داده شد و مقرر گردید پس از انجام مطالعات به ایران بازگردانده شود اما بخشی از این کتیبه ها به ایران بازگردانده و بخشی نیز در اختیار این مؤسسه, مؤسسه باقی ماند تپه چقامیش که در دسفول واقع شده شهری از دوران پیش از اختراع خط است و پیشینه ی آن به حدود 34 قرن پیش از میلاد میرسد چقامیش را باید در واقع نخستین منطقه در ایران دانست که خط و کتاب در آنجا پیدا شده است بر اساس این گزارش تعدادی از این کتیبه ها تا قبل از انقلاب به ایران بازگردانده شد اما بخش با ارزشتر این کتیبه ها در آمریکا باقی ماند و دانشگاه شیکاگو این کتیبه ها را باز نگردند اوایل دهه شست و پس از بازگردانده نشدن این کتیبه ها ایران به این موضوع اعتراض کرد تا در نهایت در دادگاه لاهه ادعای ایران برای بازگرداندن اشیای تاریخی و دریافت قرامت مطرح و مورد پذیرش واقع شد قرار است این کتیبه ها در موزه ملی ایران نگهداری شود و در اولین فرصت در نمایشگاهی اختصاصی در معرض دید همگان قرار گیرد. ادامه ی برنامه آن سوی خبر با رویدادی از نگرانی آمریکا از حکم محمد مرسی مری هار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه در مورد محکومیت محمد مرسی رئیس جمهوری اسبق مصر ابراز نگرانی کرد خانم هارف با تاکید بر اینکه واشنگتن مبانی این حکم را بررسی خواهد کرد می گفت تمامی شهروندان مصر باید در برابر قانون مساوی باشند و به عدالت با آنها برخورد شود دادگاه جنایی مصر روز سهشنبه محمد مرسی و دوازده تن دیگر از اطرافیانش را به جرم تحریک به قتل ده تظاهر کننده در جریان اعتراضات سال 2011 میلادی در برابر کاخ ریاست جمهوری به 20 سال حبس محکوم کرد مرسی که دولتش در سال 2013 پس از اعتراضات خیابانی توسط نظامیان سرنگون شد گفته است صلاحیت دادگاه به رسمیت نمیشناسد در این راستا روزنامه های امروز تهران نیز به اظهار موضع پرداختند از جمله روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سباه زنگنه در یادداشتی به عنوان هدف حکم مرسی حذف مخالفان می باشد نتیجه می گرفت که در واقع این روش محاکمه و صدور چنین احکامی بیش از هر چیز ابزاری برای اعمال فشار و سرکوب هر گونه حرکت سیاسی جریانهای مخالف است ستون نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه نظام قضایی مصر دارای بخشها و سطوح گوناگون است که زمینه اعتراض و تجدید نظر را برای محکومان فراهم می کند اظهار امیدواری می کرد و نتیجه می گرفت که با اقدام وکیل مرسی نسبت به فرجام خواهی این حکم سنگین تعدیل و با تخفیف روبرو شود و پایان بخش برنامه امشب احتمال افزایش مرگ مهاجران در کشتی شکسته در مدیترانه سازمان بین مهاجرت دیروز اعلام کرد که از آغاز سال 2015 تا کنون یعنی در چهار ماه گذشته بیش از 1750 مهاجر در آبهای دریای مدیترانه غرق شدهاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این آمار دو روز پس از غرق شدن حدود 800 مهاجر در بزرگترین فاجعه دریایی دهه‌های اخیر اعلام می‌شود که در نزدیکی سواحل لیبی روی داد. آمار اعلام شده از سوی سازمان بین المللی مهاجرت نسبت به دوره مشابه در سال گذشته سی برابر افزایش یافته است. جوئل میلمن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در دفتر مرکزی این نهاد در ژنو به خبرنگاران گفت آمارهای ما نشان می دهد. رقم تلفات در چهار ماه نخست امسال سی برابر دوره مشابه در سال گذشته بوده است. ما نگران هستیم که اگر روند مرگ و میر مهاجران با شمار فعلی ادامه یابد مسلما از کل تعداد قربانیان سال گذشته که حدود 3300 نفر بود بسیار بیشتر خواهد شد و ممکن است تا پایان سال به رقم سی هزار نفر برسد آدرین ادوارد سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز یک شنبه گفت غرق شدن این کشتی در آبهای دریای مدیترانه پرتلفاترین حادثه است که تا کنون این نهاد ثبت کرده است به گفته این مقام جهانی فقط در ماه آپریل امسال 1300 مهاجر در دریا کشته شدند و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر با آخرین اخبار هر روز ایران در ایران فردا بانداد روشن آسمان آبی بدرود